حماس توجیهی برای سلاخی ملت فلسطین. پشتیبانی جهان غرب از این سلاخی و بی‌تفاوتی جهان شرق. با درود گرم بر بینندگان گرامی تلویزیون برابری و بازدید کنندگان سایت برابری، آنچه که در طی یک هفته گذشته در خاورمیانه عربی گذشته و به طور مشخص آنچه که در غزه و نوار غزه گذشته، حکایت دردمندی است که طی نسل‌ها گفته خواهد شد. شاید در هیچ دوره‌ای از مبارزات مردم فلسطین و دیگر خلق‌های منطقه برای رسیدن به حقوق ملی خیش، جهان اینگونه یک جانب نگر نبوده. شاید رهبران حماس تصور می‌کردند دیگر کشورهای عربی و یا دست کم دیگر سازمان‌های منطقه را با خود درگیر یک جنگی با اسرائیل خواهند کرد و بیگمان هرگز تصور نمی‌کردند که در یک درگیری این چنینی تنها بمونم. بیگمان حماس دست به قمار بزرگی زده، با کمترین امکانات وارد بخش یهودی نشین اطراف غزه شده و به شیوه داعشی، شیوه ای که به هیچ وجه شایسته یک جنبش ملی، یک جنبش مبارزاتی نیست، دست به کشتار مردم غیر نظامی یهود زده و شماری را به عنوان اسیر با خودش به داخل غزه برگردانده. این در واقع برای اسرائیل یک مظلومیت تمام عیار ایجاد کرده که حماس موافق شده دیوار مرزی اسرائیل را بشکنه و بیش از 15 نقطه، بیش از 15 نقطه وارد خاک اسرائیل بشه، اگرچه اون را خاک خود میدونه. و با همون ابزار سبک جنگی که آمده به جنگ در داخل اسرائیل ادامه بده، به شیوه داعش به زن و مرد و پیر و کودک رحم نکنه و هر کرام که بتوانه به اسارت در بیاره و داخل خود بفرسته. اسرائیلی ها این بار هم مثل 50 سال پیش از این غافلگیر شدن. 50 سال پیش از این در 4 جنگ عرب و اسرائیل، ارتش مصر و سوریه توانستند
در یک حمله غافلگیرانه به نیروی نظامی اسرائیل تلفات سنگین وارد کنن. و اگر ارتش مصر دست به پیشروی میزد، در همان 24 ساعت اول بیگمان تا تل‌آویو پیشروی میکرد. اون چی که بعداً افشا شد، موشدایان که در اون زمان وزیر دفاع بود و در سال 67 یعنی 6 سال پیش از اون به عنوان قهرمان جنگ سوم عرب و اسرائیل شاخص شده بود، از درماندگی درخواست میکنه به سلاح اتمی متوسل بشن که گولدا مایر مخالفت میکنه در صفت نخست وزیری و با کمک هایی که دیرتر از طرف آمریکا دریافت کردن توانستن در اون جنگ توازنی ایجاد کنن. اما این بار حریف یک سازمان کوچک شبه نظامی است با چهره ای که برای مردن و به ادای خود برای شهید شدن آمادند. اسرائیل در طی یک سال گذشته در داخل با تظاهرات روزهای شنبه مواجه بود، زیرا یک جریان ارتجاعی و مذهبی این ائتلاف بر آن است که دستاوردهای حداقل دموکراتیکی را که در طی این مدت موقع به اصطلاح افتخار یهودیان بوده از اونها بازپس بگیره و تبدیل بشه به یک حکومت شبه جمهوری اسلامی با نقش برجسته ملاهای یهود و سلب اختیار از قوه قضائیه در مداخله در امور اجرایی. اینک فرجه را مقتنم شمرده، نسل‌کشی فلسطینی و نابودی سازمان حماس را مد نظر داره. آیا حماس پیش از این از جانب کشورهای دیگه تشویق و ترغیب شده؟ بیگمان آره. ولی آیا قول و قراری برای پشتیبانی از اون دادند؟ این را ما نمی‌دانیم. وقتی ایالات متحده آمریکا میگوید دلیلی نداره که جمهوری اسلامی از این اقدام پشتیبانی کرده باشه، باید یک چیز دیگه را پشتش دید و اون این است که در این شرایط آمریکا علاقه ای به دخالت ایران در این جنگ نداره. تا این لحظه حماس جنگ را باخته، شهر بزرگ غزه که مرکز ستاد حماس، از شهری که تونسته چند هزار موشک به سمت اسرائیل شلیک کنه، در تعرض بمباران شبانه روزی است. صدها هزار تن ناچار شدن خانه و کاشانه خود را ترک کنند و اینک اسرائیل در تدارک یک لشکرکشی زمینی است تا آخرین امکانات نظامی شهر غزه را منهدم سازه. اسرائیل در سال 1982 که سازمان آزادی بخش فلسطین هنوز در لبنان مستقر بود، به بیروت پایتخت این کشور یورش آورد
تا سازمان آزادی بخش فلسطین را از کنار مرزهای خود دور کنه. این بار هم به نظر می رسد همین سیاسته، یعنی اسرائیل الان فشار میاره که جمعیت غزه از سمت شمال به سمت جنوب جاری بشه، 1,100,000 تن ساکنان غزه، میدونیم که بیش از 1,000,000 نفر هم آوارگانی هستند که در داخل خاک غزه در دو نقطه مستقر هستند و تحت پوشش سازمان ملل متحد اداره میشن، هزینه اونها را به اصطلاح سازمان آوارگان سازمان ملل پرداخت میکنه و بیگمان در جنگ نقشی ندارن. اما سایر قسمت عوشت قصه که به اصطلاح پایگاه حماس است، طرح اسرائیل تخلیه غزه از وجود بخش نظامی حماس. اگرچه جهاد اسلامی هم در کنار اون هست، اما جهاد اسلامی نقش چندانی نداره، نقش اون سمبولیک به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی. در این میان که روزانه صدها تن کشته میشن، تا به حال بر اساس آمارها بیش از 2,000 فلسطینی کشته شده و بیش از 8,000 زخمی، که حدود 650 تن کودک در میان کشتگانه و شاید بیش از 1,000 نفر در میان زخمی ها. اما چشم‌اندازی به پایان اون وجود نداره. نکته جالب این است که حماس همچنان هورا میکشه، رهبرهای نظامی همچنان از مقاومت و از پیروزی دم میزنن، جمهوری اسلامی هم به نوبه خودش از پیروزی دم میزنه. شاید هیچ کس به اندازه جمهوری اسلامی در ظرف این 45 سال در خاورمیانه نفرت نکاشته. دامنه این نفرت به حدی شدیده که کشتن افراد بی سلاح و غیر نظامی برای هر دو طرف عادی شده. در طی این دو دهه اسرائیل 4 یا 5 بار ضربات شدیدی به غزه وارد کرده، هر بار تعداد زیادی را قتل عام نموده و هزینه زیادی را تحمیل نموده. البته در خور توجه است که آب و برق و سوخت غزه از اسرائیل تامین میشه، نوسازی غزه بیشتر توسط اسرائیلی هاست و در واقع بعد از این نوسازی کسب و کار تجارتی به میان میاد، اگرچه در این کسب و کار مصری ها و ترک ها هم شریک هستند، اما نقش برجسته را همچنان اسرائیل داره، زیرا تولید کالای ساختمانی از اسرائیل به وجه کوتاه‌تر و ارزان‌تری وارد بخش فلسطینی میشه. در طی این 45 سال جمهوری اسلامی در همه کشورهای منطقه نیروی نظامی ایجاد کرده و از جمله در لبنان حزب الله. تا این لحظه حزب الله جز سمبولیک وارد دعوا نشده. آمریکا
و اسرائیل هم علاقه ای به وارث شدن حزب الله ندارن، زیرا وقتی که حماس به تنهایی مورد تعرضه، راحت تر میتونم تشکیلات نظامی و شبه نظامی این سازمان ایدئولوژیک اسلامی را منهدم سازند و همون سرنوشتی که در اختیار عرفات و یارانش بود، یعنی سازمان الفت را که از لبنان خارج کردن و به تونس تبعید کردن، شاید حماس رهبری سازمان و هوادارانش را هم از قصه تبعید کنن به داخل مصر یا یک کشور عربی دیگر که چندان دور از ذهن نیست. جالب این است که جمهوری اسلامی از پیروزی دم میزنه، که از پیروزی نیروهای منطقه، که نیروهای منطقه در حال آمادگی به سر میبرن برای مقابله با اسرائیل. اسرائیل تمایلی به در حال حاضر جنگ با حزب الله لبنان نداره و در نتیجه حزب الله لبنان هم در کنار نشسته، اگرچه چند تا شلیکم کرده باشه و چند تا شلیکم پاسخ گرفته باشه. اما جمهوری اسلامی نمیخواد خودش از تک و دو بندازه. طی این 45 سال مرتب از نابودی اسرائیل دم زده و سازمان‌های اسلامی فلسطینی را به نابودی اسرائیل تشویق میکنه. اما همین جنگ نشون داد اسرائیل از پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی، به طور مشخص اروپای غربی و میانی، برخورداره. این دامنه پشتیبانی به اسرائیل یاری میرسانه که در موقع خطر بتونه با جذب کمک از این کشورها به مقابله بپردازه. ایالات متحده آمریکا بدون درنگ شروع کرد به ارسال تجهیزات و مهمات جنگی. کشورهای اروپایی هم یکی پس از دیگری به نوبه خود اعلام پشتیبانی نمودند. البته ورود حماس به داخل خاک اسرائیل و شلیک موشک به فرودگاه بن گوریون در دل اروپایانی که به این کشور مسافرت کرده بودند وحشت انداخته و آنها شتابان از این کشور خارج میشن و بخشی از مردم اسرائیل در بیم و امید به سر میبرن. اما دولتی که حاکمه این فرجه رو مقتنم شمرده، از یک طرف با حماس یک تصفیه حساب جدی بکنه و از طرف دیگر مخالفین خودشو در داخل سر جای خود بنشونه که ما در حال جنگیم با دشمن، شما باید سکوت کنید. همون توجیهی که هر کشور در زمان جنگ برای خودش ایجاد خواهد کرد. تکلیف مردم فلسطین چیست؟ جدای از این که این اقدام حماس نابخردانه بوده، هیچ منطقی کشتن بیگناهان و افراد غیر نظامی را توجیه نمی کنه. اما آتش زیر خاکستر در فلسطین یک آتش 100 ساله است. اسرائیل
چندی پیش 75 سال تأسیس کشور یهود را جشن گرفت. بر این مبنا از 75 سال پیشم می بایستی در بخشی که امروز همچنان عرب ها ساکن هستند یک دولت فلسطینی به وجود بیاد، یعنی دولت فلسطینی هم امروز می بایستی مثل دولت اسرائیل یک دولت 75 ساله می بود. اسرائیل اگرچه رفت پای قرارداد صلح با سازمان الفتح، اما به این قرارداد وفادار نمونده. بخشی از ساحل غربی را مثل نوار غزه خالی کرده، ولی بخشی را همچنان در اشغال داره و به سیاست شرکسازی در کنار شرکهای عربی فلسطین ادامه میده. معنی روشنش این است که از 22% که به موجب قرارداد به اصطلاح اسلو متعلق به فلسطینی هاست، بخشی را میخواد در کنترل خود و در مالکیت خود داشته باشه که برای فلسطینی ها قابل تعامل نیست. خب اسرائیلی ها دنبال چی هستن؟ طبیعیه اسرائیلی ها نمیخوان یک دولت عرب فلسطینی را در جوار مرزهای خود تحمل کنن. آمریکا و کشورهای دیگری که خواهان دو دولت در یک سرزمین هستن می بایستی به اسرائیل تعمیل کنن و مادامی که نمی خواهند به اسرائیل تعمیل کنن، این به اصطلاح لای چرخ می مونه. این لای زخم می مونه و راهی در پیش روی نداره. خشونت میزاید. البته خشونت اسرائیلی به هیچ وجه قابل توجیه نیست در برابر خشونتی که هواداران حماس یا حماس انجام دادن. این نامناسبه، میتونست ضربه متقابلی را بزنه ولی از کشتار بیگناهان صرف نظر کنه. این همه کشتار برای چی؟ این همه ویرانی شهرها و روستاها و شهرکا برای چی؟ چرا میخواد یک ملتی را منحل کنه؟ ملتی که به هر حال به همون نسبت که اسرائیل امروز مدعی یک کشور 10 میلیونی، طرف مقابلم یک کشور 10 میلیونی است و نمیشه مهارش کرد. میبایستی حقوق طبیعیشو به رسمیت شناخت. یعنی ملت فلسطین حق داره یک دولت مستقل به نام خودش داشته باشه و در آینده هست که دولت مستقل فلسطین با دولت مستقل یهود تبدیل بشه به یک فدراسیون یا یک کنفدراسیون یا یک کشور دموکراتیک. اون رسالت نسل آینده است. نسل کنونی رسالتش یک صلح پایداره و به رسمیت شناختن حقوق متقابل هر دو طرف. اما چرا اسرائیل تن به این رسمیت نمیده و متقابلا جریان اسلامی هم تن نمیده؟ استدلال جریان اسلامی این است که اسرائیلی ها حاضر به سازش نیستن. اما جمهوری اسلامی از فاصله دور چه میخواد؟
جمهوری اسلامی با مسئله فلسطین، با مسئله لبنان، با مسئله درون چشمنداز یک امپراتوری شیعه را میبینه بر محور روحانیت و در نتیجه خودشو در فلسطین هم صاحب عزا میدونه، اما در این حال فرصت طلبی خودش هم داره. از یک طرف به اعتماد زیاد به اینا گفته پیش برید، از طرف دیگر از کمک رسانی به اینها خودداری میکنه. این خودداریش البته معنی داره، معنیش این است که نمیخواد زیر ضربات آمریکا قرار بگیره، شوخی بردار نیست، اما در این حال نمیخواد خودش هم از تک و دو بندازه که بگه ما همچنان از آرمان مردم فلسطین دفاع میکنیم. آرمان مردم فلسطین امروزه که اسرائیل میخواد 1,100,000 تن از اونها را از خاک خودش جدا کنه. آرمان فلسطین امروزه که روزانه 100 تا 200 تن کشته میشه، 300 تا 400 تن زخمی میشه. حتی کمک های اولیه به اونها نمیشه. هیچ کدام از کشورهای منطقه نتونستن تدارک دقیقی را ببینن که حداقل به این مردم قربانی کمک دارویی برسونه، کمک غذایی برسونن. اون چی که امروز میگذرد فاجعه است، فاجعه انسانی، نسل کشی. اما چرا کشورهای غربی که دم از دموکراسی میزنن، دم از حقوق بشر میزنن، امروز از این نسل کشی پشتیبانی میکنن؟ اگر مستقیم پشتیبانی میکنن، با سکوت خود پشتیبانی میکنن. پشتیبانی از اسرائیل یعنی سرکوب مردم فلسطین، پشتیبانی از اسرائیل یعنی کشتن مردم غزه، یعنی نابودی شهر غزه، نابودی شهرک‌ها، نابودی خان یوسف و نابودی هر نقطه دیگری که زادگاه مردم فلسطین و امروز اقامتگاه مردم فلسطین هست. بحران فلسطین راه حل جنگی نداره. جمهوری اسلامی هم که دم از جنگ میزنه، وقتی که پای جنگ باشه عقب میکشه، کما این که 8 سال علیه صدام میگفت راه قدس از کربلا میگذره، اما آخر اومد سازش کرد. امروز هم حماس تن به سازش میده، هم جهاد اسلامی و هم جمهوری اسلامی خودش اگر لازم باشه میاد پای صلح. چرا؟ چون واکنش اسرائیل که از پشتیبانی آمریکا برخورداره یک واکنش شدیدیه، ویرانگره، و این ویرانگری جبران ناپذیره. این بار ویرانی های سرزمین غزه با 4 میلیارد و 5 میلیارد حل نمیشه، رقم گنده چند میلیاردی میخواد. این پول از کجا میاد؟ اگر در گذشته دور هزینه ها کم بود، عربستان، قطر، ترکیه، جمهوری اسلامی، امارات عربی هر کدام به سهم خود بخشی از این هزینه را تحمل میکردن، پرداخت میکردن، امروز پرداخت این هزینه گزاف هم خیلی سنگین و حتی بعیده که این کشورها به این راحتی بتونن زیر بار هزینه جنگ برن. جنگ از یک طرف کشت و کشتاره، ویرانیه، نابودیه،
آجر روی آجر نمونده، تیکه سیمون روی تیکه سیمون نمونده، بیمارستان و دبستان و دبیرستان و کودکان و دانشگاه مثل هم ویران شده. اگر در چند روز آینده تکلیف آب و برق روشن نشه، خیلی از بیماران به سبب نبود برق، به سبب نبودن مداوا از بین میرن و این فاجعه کنونی را به مراتب تشدید خواهد کرد. اما در هر صورت باری که حماس کرده خطای بزرگی بوده. اگر وعده و وعیدی داشته هیچ عملی بهش نشده، اگر توهم داشته که با این جنگ گروه های دیگه وارد میدان میشن، اشتباه محض بوده و امروز متلاشی میشه. در حال تلاشی شدنه، هرچه زودتر عقب نشینی کنه براش مفیدتره. هرچه بیشتر مقاومت کنه ویرانتر خواهد شد. متاسفانه رهبری فلسطین، چه سازمان الفت، چه جریان‌های اسلامی، چه جریان‌های چپ، نتونستن پاسخگوی نیاز جامعه خود باشن، نتونستن با خلق خود و مردم خود یک کاسه، یک پارچه و هماهنگ باشن. بیشتر در انگیزه غارت و چپاولگری بودن. فساد از سر و پاشان میباره و وقتی که پای مصاف میاد مردم احساس بیگانگی میکنن، میبینن که این در واقع رهبران اونها رهبران اونها نیستن، کسانی نیستن که مشکل اینها را درک کنن، بیشتر سرگرم منافع خود هستن و به این اعتبار ملت فلسطین هم از درون قربانی است هم از بیرون.